سلام آقازاده، چیکار هستن؟ چه سوال مزخرف و مسخره ای. آقازاده چیکار هستن؟ آقازاده آقازاده است دیگه، مثل اینکه به دکتر بگی دکتر چیکاره ای. دکتره دیگه. دو درصد جمعیت ایران آقازاده ها تشکیل میدن، 98 درصد دیگه چی هن؟ آفرین، بنده‌زاده هستن. آقازاده ها کسی هستن که از خون مردم تغذیه میکنن. ماشاءالله. ها؟ چی؟ میگه زامبی. عزیزم صد رحمت به زامبی. زامبی به چسبه میفهمی اینا، ولی یه جوری میچسبه به خونتو میخورن که اصلا هیچ، اصلا نمیفهمی. شولکس. اخیراً یه کمپینی درست شده به نام فرزندت کجاست. به نظر من این کمپین همینجا باید تموم شه، چون انقدر از بیکاری آقازاده هاتون گفتین که دیگه عرق شرم رو پیشونی ما نقش بسته. من خودم یه آدرس تلفنی چند تا از این آقازاده ها رو گرفتم، گفتم بیان کنار خودمون وایسن، وردست وایسن، به علاوه دست فروشی بکنن دیگه. دست فروشی که دیگه میتونن بکنن. حیف آخه، آقازاده با مدرک دکترا از بهترین دانشگاه دنیا بخواد مثلا بیکار وایسه، حیف نیست؟ حیف دیگه. جناب مدیر سلام. سلام. فرزند شما کجا تشریف دارن؟ همین جا بود. ببخشید. پپه بابا. ببخشید پپه اسم بازیکن پرتغال، اسم خارجی گذاشتی بچه‌ش. نه بابا، پی پیه در واقع. پی پی دیگه. پی پی نمیگیری تو اما ما مخفف صداش میکنیم که لو نره، در واقع پاشو پرورشه، مخففش پی پی. اینا از بچگی استعداد عجیبی توی قایم کردن دارن، یعنی دکل نفتی یه جوری جاش قایم میکنه که اصلا هیچ کس نمیفهمه کجاست. یا مثلا 9 میلیارد دلار تو بانک سوئیس جا نمیشه، ولی تو جیب اینا خیلی راحت جا میشه. کلا اینا استعداد دارن، میپیچونن جا میکنن، میپیچونن جا میکنن، میپیچونن جا میکنن. خانم این کیف پول من رو کجا گذاشتم؟ یک ساعت دنبالش میگردم پیداش نمیکنم. آره اما دراوری که چه جایی بگردیدم. خوشگل منه، اصل منه. چی؟ کارخربی کردی؟ ها؟ چیگل بابا کارخربی؟ چیگل بابا؟ خوشگل بابا؟ چیگل تلا؟ کیف پول بابا رو از الان برداشتی؟ ها؟ خوشگل من؟ از الان؟ آره؟ خانم ولش کن، نگر این شرف برداشته. قربون اون جن خوبت برم من. ای جان فاده ای تو بچم من. خب وقتی از بچگی بهمون یاد دادیم بگیم آقا دزده، خب معلومه الانم به سری دوز میگیم آقازاده. جناب وزیر فرزندتون کجاست؟ احسنت، چه سوال به جایی پرسیدین. جا داره من اینجا عرض کنم خدمت شما که ما به حول قوه الهی و با کمک باری تعالی تونستیم 240 پروژه رو به مرحله بهره برداری برسونیم. و در واقع این خیلی خبر خوبیه، ولی بفرمایید فرزندتون کجاست؟ احسنت، چقدر سوال به جایی پرسیدین. اکنون زمانی است که دشمن ما همچون گرگ در کمینه و مردم ما بایستی که هوشیار باشن. بله بله بله. دشمن در کمینه. سوالمو یه جور دیگه میپرسم. شما فرزند دارید؟ بله. کجاست؟ آفرین، چه سوال به جایی پرسیدین. مردم ما در واقع باید تشرشون رو به صورت محکم و یک صدا به سمت دشمن پرتاب کنن و این در واقع کاریست. قربونتون برم. میگم فرزندتون کجاست؟ چه میدونم کجاست؟ از من چرا میپرسی؟ فرزندم خونمونه. فرزندم باید گوسفندا رو ببره. چرا؟ آخه چرا؟ من دارم تفره میرم تو این میپرسی از من. یه نفر از دیوار مردم بالا بره یه عمر چوبش رو میخوره. حالا من کسی رو میشستم که از دیوار مردم بالا رفته یه عمر داره نونش رو میخوره، تازه بچهش هم مستجر همون خونهیه که مادرش از اون دیوارش بالا رفته. و جالب اینجاست به بچهش میگن آقازاده. خب چرا واقعا تبعیض بین زن و مرد؟ وقتی مادرش همه کار رو انجام داده چرا ما باید بگیم آقازاده؟ ما بگیم خانومزاده. بگیم خانومزاده. همین چند وقت پیش من خودم عروسی یکی از این آقازاده ها دعوت میدم. زنده باشین، بعد شما خوش اومدین. زنده باشین. آقازاده خونت آباد، تو ما رو ببر مهرآباد، جونم فدای عشق هر
بچی که شد بادو با یه جایی توی کوهستان. اینجوری بود دیگه عروسیشون. اول من نموندم دیگه، سریع اومدم. یکی از همین خانمهای مدیر گفت که دلم خیلی برای بچه‌م تنگ شده. ازش پرسیدن که مگه بچه‌تون کجاست؟ که گفت آرمینم کاناداست. بعد من خودم یه مادری دیدم که گفت دلم خیلی برای بچه‌م تنگ شده. گفتم مادر بچه شما هم کاناداست؟ که گفت نه. 35 سال پیش رفته، هنوز منتظرش. چند سالته؟ 12 سال. بازی چه کار می‌کنی؟ من با صدام بجنگم. این توانایی ها از یه ژن خوب، از یه خونه خوب، از دو تا خونه خوب، از هم از طرف مادر از طرف پدر اومده. دغدغه نمیدونی معنیش چیه؟ نه، مقامات مسئول خیلی هاشون فرزنداشون دارن در امریکا تحصیل میکنن. اگه نمیتونید پول دارید، نمیتونید زندگی کنید، برید بمیرید.